بیایم از فور استفاده در واقع بیام از این رو من یه کنترل ایکس میزنم، میخوام اعداد زوج فردش رو بکشم بیرون. خب اگر این رو از صفر شروع کردی، خب صفر من میدونم عدد زوج هستش، ولی من چی جوری میدونم عدد زوج هستش؟ الگوریتم شما چه جوری میفهمید عدد زوجه؟ دقیقاً شما برمیگردم مثلا بهت میگم صد چه جوری میفهمید در واقع زوجه، مثلا خزر چه جوری میفهمید صد زوجه، همون چیزی که میگی و فکر داره میکنه همون رو من میگم. کامپیوتر هم باید بفهمه که تو در واقع میفهمی. دقیقاً وقتی برمیگردم میگم 100 با در واقع تقسیم بر 2 میشه اون مقسوم له. آخه خیلی اشتباه میکنم میگم مقسوم له، نه مقسوم لهش میشه 50 ولی باقی مانده 0. خب پس میام اینجا برمیگردم میگم if. خب اینجا چی شمارنده است؟ من میخوام بگم مثلا عدد 0 تا 50 رو زوج و فردش رو من مشخص کنم. خب من میدونم 0 زوجه، 1 رو میدونم فرد، 2 زوجه، 3 رو میدونم فرد، من میدونم، کامپیوتر نمیدونه. چه اتفاقی داره میفته؟ مثلا وقتی من میگم میگم 2 چجوری میفهمم زوجه؟ یعنی اینجا نگاه کن، اولا شمارندتون آیه، یعنی باید بگید آی باقی ماندهش به 2 اگر مساوی شد با 0 یعنی شون زوج. من میام اینجا به طور مثال به جایی که بذارم آی میذارم میتونم بذارم ایون مساوی السش میشه چی؟ معکوسش چی میشه؟ حتما فرد. میام اینجا کنترل سی رو میذارم و این رو جابجاش میکنم به جای این رنگی میذارمش این رنگی این رنگی این این فرمی. خب میام اینجا از من عدد میخواد، به طور مثال من میذارم 20. ببینید عدد زوج و فرد رو برای من جدا کرد و همین ساده. خب اگر بخوام باقی مانده 3 داشته باشم، مالتیپل 3، میخوام ببینم چه اعدادی به 3 قابل قسمه. خب 0 که 100 درصد هست، میام اینو میذارم به 3، 0 3 6 9. خب این خودش میاد اینجا برمیگرده میگه خب این آیه 0 0 تقسیم بر 3، هر عددی که تو در واقع بالا 0 باشه 0 هستش، پس میاد میگه این خب 0 میاد اینو اولی قرار میده، بعد دیگه 1 2 میشن در واقع صورتی رنگ، 3 چی؟ 3 باقی موندهش به 3 میشه 0 و میاد اینجا خروجی رو به این شکل نمایش میدن. نگاه کنید به این شکل میشه. به طور مثال اگه من 10 بزنم میاد مالتیپل یا ضرایب 3 رو در میاره، 0 3 6 9. بذار رنگش رو بذار بهتر بکنم، بذارم 10، اینا ضرایب 3 به این شکل داره شده. فهمید شو؟ خب الگوریتم ساده است، یه ذره احساس بکن اون عقبی ها اون تهی ها اوکی ها؟ آها فهم بکنم در این ها دارم چیزهایی که میگم به درتون بخوره برای وقتی که میخواید پیاده سازی بکنید. مثلا اگه واقعا بخواید یه دونه اسلایدر رو پیاده سازی بکنه، همین ایف و الس و فور و ایناستی کنار هم یه قرار میگیره، شما روی چیزی کلیک میکنی اگر یه دونه اضافه شد بره عکس بعد، اگه این وریه کلیک شد یه دونه کم بشه بیاد عکس قرار میگیره. اینا میتونیم باش سعی میکنیم تو جی کوئری با همه دستوراتی یاد گرفتیم سریع یه دونه اسلایدر بزن که یاد بگیره اسلایدرها به چه شکله. خب در مورد این سوال نیست. خب